فایند. فایند به خاطر پیدا نمودن یک حرف یا کلمه مورد استفاده قرار میگیره. هرگاه بالای دستور فایند کلیک کنیم، پنجره فایند ظاهر شده. پس اگر در قسمت فایند وات کلمه را نوشته کنیم، ما میتونیم به سادگی همو کلمه نوشته شده را پیدا بکنیم. مثلا ما میخواهیم از میان مطلب نوشته شده خود به هر جایی که کلمه یو نوشته شده پیدا بکنیم. با کلک نمودن بالای دکمه Find Next نشان میده هر جایی که یو نوشته شده باشه. ببینید فعلا اگر بالای Find Next کلک کردیم به یک پیام خطای برخوردیم. Cannot find you. چرا که متن ما فعلا کرسر ما در قسمت پایان متن قرار داره. اگر اپ انتخاب بکنیم در این صورت پیدا میکنه هر یک جاهایی که کلمه یو نوشته شده باشه پیدا میکنه از قسمت پایان به بالا. پس اگر بالای داون کلک کنیم از بالا به طرف پایان هر کلمه را دریافت میکنه. و اگر مچکیس فعال باشه، در صورتی که یک کلمه به حروف بزرگ نوشته شده باشه به قسمت فایند وات به حروف بزرگ نوشته کنیم فقط همون کلمات میتونه پیدا بکنه. و اگر کلمه به حروف کوچک نوشته کرده باشه مچکیس فعال بسازیم، کلمات را دریافت میکنه که به حروف کوچک باشه. پس مچکیس به خاطر دریافت کلمات مشابه به کار میره. دکمه ای که به این قسمت به نام Find Next است کلمات را بر ما پیدا میکنه. تکرار از آنها به قسمت مینوی Edit تکرار شده. با کلک نمودن Find Next کلمات را قبلا Find گفته باشیم دوباره پیدا میکنه. یا با فشار دادن دکمه F3 از کیبورد هر یک از کلمات مورد نظر پیدا میشه. دستور بعدی به نام Replace هست. Replace عوض کردن، تبدیل کردن معنا میده. هرگاه ما خواسته باشیم یک کلمه ای را به کلمه دیگر عوض بکنیم، در این صورت از دستور ریپلیس کار میگیریم. مثلا به این قسمت نوشته است یو آر. ما میخواهیم به هر جایی که یو آر نوشته هست تبدیل بکنه اونا را به دی. دی آر. پس اگر خواسته باشیم که یک به یک هر کدام از اونا را عوض بکنیم، از دکمه ریپلیس استفاده میکنیم. اگر خواسته باشیم به تمام صفحه به هر جایی که you are نوشته است به جای از اون they are نوشته کنه، از replace all استفاده می‌کنیم. در قدم نخست بالای replace کلک می‌کنیم تا عملی مورد نظر را ببینیم که آیا اجرا میشه یا نه. با کلک نمودن replace به یک پیام برخورد می‌کنیم. این پیام مبنی بر این است که فعلا کرسر شما در قسمتی قرار داره که همه کلمه را دریافت کرده نمی‌کنه. ما به قسمت بالای صفحه کلک کردیم، اول find next کلک می‌کنیم و با کلک نمودن replace همان کلمه ای که انتخاب شده بود عوض شد. پس اگر خواسته باشیم تمام جاهایی که کلمه یو آر نوشته است عوض شوند به کلمه دی آر، با کلک نمودن ریپلیس آل تمام جاهایی که یو آر بوده باشند به طور اتوماتیک به کلمه دی آر تبدیل میشن. پس با کلک نمودن کنسل پنجره فعلی را بسته میکنیم. دستور بعدی به نام گوتو هست. رفتن و یا قرار گرفتن و زمانی گوتو فعال میشه که ما از قسمت فرمت دستور تحت نام وردپرس غیر فعال بسازیم. اگر ما محتوای بسیار زیادی برای صفحه نوشته داشته باشیم، مثلا شما فکر کنین که ما چندین خط نوشته داریم برای صفحه، پس اگر ما بخوایم که به خط مشخصی قرار بگیریم، کرسر را به یک خط مشخص تعیین بکنیم یا قرار بدیم، با کلک نمودن گوتو فعلا کرسر به خط نهم قرار داره. پس ما کلک میکنیم که کرسر به خط اول قرار بگیره. با کلک نمودن اوکی کرسر در شروع متنی که بر خط اول قرار داره جاگزین میشه. قسمت بعدی هست به نام سلکت آل. سلکت آل به خاطر انتخاب نمودن تمام محتوای روی صفحه مورد استفاده قرار میگیره. هدف از انتخاب کردن تغییرات به متن میباشه. مثلا ما انتخاب کردیم تا بتونیم موضوعات انتخاب شده خود انتقال بدیم به صفحه دیگر، یا هم شکلشون رو بگیریم یا هم حذف کنیم همشون. بخش بعدی به نام دیت اند تایم میباشه. تاریخ و ساعت. هرگاه خواسته باشیم تاریخ و ساعت فعلی کامپیوتره به یک صفحه مشخص جابجا بکنیم، در این صورت از قسمت ادیت با کلک نمودن تایم اند دیت ساعت و تاریخ فعلی کامپیوتر برای صفحه ظاهر میشه که فعلا ساعت 9:24 دقیقه پی ام هست و تاریخ هم 1/19/2011. فرمت.
فرمت به خاطر شکل دهی متن مورد استفاده قرار می گیره. اولین دستور به نام Word Wrap هست. در صورتی که بالای Word Wrap کلک بکنیم، در این صورت متن نوشته شده ما از شروع تا آخر صفحه نوشته میشه. میشه شما طرز کار Word Wrap ببینین. هرگاه ما متن را بخوایم نوشته بکنیم، در صورتی که Word Wrap فعال باشه، متن تا آخر صفحه نوشته شده. بدون از اینکه ما انتر بکنیم، خط ما به شروع صفحه خط اول قرار میگیره. یعنی متن از شروع صفحه تا آخر صفحه نوشته میشه. اما اگر ما Word Wrap فعال بگذاریم، از قسمت Edit گوتو غیر فعال میشه و همچنان از قسمت View استرس بار غیر فعال میشه. در صورتی که ما Word Wrap غیر فعال بسازیم، در این صورت متن هر قدر که نوشته کنیم و یک خط قرار میگیره و تا زمانی که انتر نکنیم به شروع خط بعدی قرار نمیگیریم. دستور بعدی به نام فونت هست. فونت به خاطر تغییرات آوردن در متن نوشته شده مورد استفاده قرار میگیره. هرگاه بالای فونت کلیک کنیم، پنجره باز میشه که شامل چندین بخش میباشه. قسمت اول از اونا به نام فونت هست. تمام خط هایی که برنامه نوتپد میتونه متن به همون شکل ها تغییر بده به این قسمت دیده میشه. مثلا ما از میان فونت ها فونت لات را انتخاب کردیم. ببینید که یک فونت لاتین هست نشان میده به این قسمت. ما هر نوع فونتی را که نیاز داشتیم برای هر کدامش کلیک کنیم، استایل یا شکل ظاهریشان در قسمت سمپل دیده میشه. پس در صورتی که فونت مورد نظر خود پیدا کردیم، مثلا ما میخواهیم متن های نوشته شده به خط Arial Black باشه و از قسمت فونت استایل شکل از نار انتخاب کردیم، شکل به حالت ساده باشه، ایتالیک یا مایل باشه، بولد خطمو درشت یا دبلتر باشه، بولد و ایتالیک هم کج و هم زخیم تر باشه. ما حالت بولد در نظر میگیریم و از قسمت سایز اندازه فونت خود مشخص میکنیم. ما میخواهیم متن های نوشته شده به سایز 20 پوینت باشن. و اسکریپت قسمتی هست که لسان مربوط ما را نشان میده. فونت فعلی که به نام Arial Black ما انتخاب کردیم، به لسان هایی که فعلا به این قسمت شما میبینین استفاده میشه. به لسان های غربی، به لسان های یونانی، به لسان های ترکی، بلتیک، اروپایی و سایکلیک. ما فعلا چون به لسان غربی کار میکنیم وسترن انتخاب میکنیم. اگر بالای دکمه اوکی کلیک بکنیم، متن های نوشته شده به همون فرمتی که تعیین کردیم قرار میگیرن. پس این بود قسمت به نام فرمت. ویو به معنای نمایش دادن یا نشان دادن میباشه که مینوی ویو شامل یک دستور هست، استاتس بار. با کلیک نمودن استاتس بار، میله وضعیت به قسمت پایان صفحه نشان داده میشه که میله وضعیت در این قسمت برای ما کمک میکنه. به هر جایی که کرسر خود بگذاریم، در قسمت لاین نمبر شماره لاین یا شماره خط نشان میده و در قسمت کالم حرف سیوم هستیم نشان میده که فعلا شما در حرف سیوم قرار دارین. به هر قسمتی که پوینتر خود بگذاریم، موقعیت متن و شماره خط نشان میده. بخش بعدی به نام هلپ است. هلپ یعنی کمک. هرگاه ما خواسته باشیم درباره دستورات مختلف برنامه خود کمک بگیریم، در این صورت از قسمت تحت نام Help Topics استفاده میکنیم که قسمت اول درباره خود برنامه نوتپد یک معلومات کامل ارائه کرده. و اگر بالای نوتپد کلیک کنیم، کتاب برنامه نوتپد باز شده که تمام دستورات شامل از این بخش میباشند. مثلا اگر ما بالای Find Specified Character or Words کلیک کنیم، نحو دریافت کردن یا پیدا کردن یک حرف یا کلمه ای را برای ما نشان میده که قبلا در قسمت Edit تحت نام Find ما کار کرده میناره. بخش بعدی Index هست. Index مجموعه فرامینی که داخل یک برنامه هستن به ترتیب الفا تمام یک از دستورات را جاگزین میکنن. مثلا اگر ما بالای قسمت Fonts کلیک کنیم، Fonts چی کار میکنه؟ با کلک نمودن دیسپلی تمام توضیحات مربوطه به قسمت پنجره فعلی که مشاهده میکنین نشان میده. سرچ کمکی است که خود ما از کمپیوتر خواستار میشیم. مثلا ما میخواهیم که درباره گوتو معلومات پیدا بکنیم. در قسمتی که برای نوشتن متن تعیین شده نوشته میکنین گوتو و با کلک نمودن لست تاپیک هایی که در این مورد نوشته شده پیدا میکنه بر ما. پس ببینید در این قسمت درباره گوتو معلومات برام آورد. گوتو تو اسپسیفیک لاین، یعنی رفتن به یک خط مشخص. اگر روی دیسپلی کلیک کنیم، درباره گوتو معلومات کامل ارائه میشه. و برای بستن بر پنجره فعلی از دستور کلوز استفاده میکنیم. بخش بعدی هست تحت نام About Notepad. با کلیک نمودن About Notepad درباره خود برنامه نوتپد معلومات کامل ارائه میشه
که قسمت اول معلومات درباره خود برنامه، نوتپد و ورژن برنامه ما میباشه. قسمت دوم مربوط به استفاده کننده یا انستال کننده یا نصب کننده برنامه ویندوز میباشه و قسمت سوم مربوط به حافظه فیزیکی کامپیوتر میباشه. برنامه نوتپد به همین جا به پایان میرسه.